سلام، داشتم با وی پی این‌های قانونی دولت قبل توی صفحه اینترنت همچین چرخ می‌زدم که یه دفعه بابا مثل عقاب بالای سرم ظاهر شد. با حد اکثر سرعت سعی کردم بپیچم توی جاده که بابام یه سیبیلی تار داد و گفت دو دقیقه سر جات بشین تا با هم یه دور توی این شبکه جهانی شما بزنیم و ببینیم دنیا دست کیه. اولش بکنم بازم برای هزارمین بار دارم برای تکمیل اطلاعات یارانه یا کارت سوخت یا یه چیزی تو همین مایه ها مشخصات خانوارها رو جمع میکنن، یا شاید هم این که بابا میخواد دور از چشم مامان و مسئولین تلویزیون مراسم قرعه کشی جام جهانی رو کامل و بدون تصحیح کادر ببینه. اما برخلاف تصورم بابا پرسید این MPT که میگن یعنی چی؟ بالاخره ما باید توش باشیم یا ازش بکشیم بیرون؟ با چهار خط اطلاعات نصف و نیمه که این طرف و اون طرف توی دانشگاه و از زبون این اون شنیده بودم شروع کردم به سخنرانی که این MPT یه قرارداد بین همه کشورهای دنیا برای اینکه کسی نتونه بمب اتمی بسازه. میخواستم خطابم رو ادامه بدم که بابا گفت زرش، و البته یادآور شد که اگه کار این یارو MPT اینه که جلوی ساخت بمب اتمی رو بگیره که باید بگم این نخبی زایده، چون توی غرب و شرق عالم یه سری دولت دارن فرد و فرد بمب اتم میسازن و هیچکی هم نیست بهشون بگه بالا چشت ابروه. اصلا غرب و شرق عالم به کنار، مگه تو همین یه وجه منطقه خودمون هند و پاکستان و اسرائیل کلی بمب اتم ندارن؟ بعد این MPT پاشو کرده توی کفش ما و هر روز یه جور برامون گربه میرقصونه. بعد بابا یادآور شد که یه جورایی بوی نامردی و پیچوندن به مشامش میخوره. به همراه بابا شروع کردیم به تحقیق درباره معاهده MPT و سعی کردیم بفهمیم چطور این پیمان شکل گرفته و تصویب شده. البته توی ذهنم این بود که بابای عشق قیصر ما حتما توی تاکسیش یا صفحه نون یه چیزی درباره ظلم و این حرفا به گوشش خورده، حالا فکر کرده خبریه. اولین چیزی که درباره این معاهده پیدا کردیم داستان شکلگیری اون بود، اینکه اواخر جنگ جهانی دوم که تقریبا جنگ داشت به نفع آمریکا و شوروی و شرکا تموم میشد، آمریکا برای اینکه تکنولوژی عجیب و غریبی رو که بهش دست پیدا کرده بود و باهاش بمب اتم ساخته بود به رخ بقیه بکشه، اومد دو تا از بمبای اتمیشو انداخت رو سر مردم هیروشیما و ناگازاکی و توی دو سوت بیش از 200,000 نفر رو تبدیل به پودر کرد. این خاک شدن چند ثانیه ی مردم بیدفاع ژاپن اونقدر برای مردم دنیا تکون دهنده بود که از همون سال کشورهای دنیا تصمیم گرفتن برای کنترل این قدرت سیاه یه فکر اساسی بکنن. توی چند سال بعد چند تا کمیسیون و شورا این طرف و اون طرف دنیا تشکیل شد، اما هیچ کدوم اونها به سرانجام نرسید، چون طرحایی که آمریکا به عنوان تنها کشور دارنده بمب اتم توی دنیا ارائه میداد همشون تاکید بر کنترل دیگر کشورها برای نرسیدن به بمب اتم بود و هیچ تکلیفی برای خودش لحاظ نمی‌کرد. از اون طرفم طرحایی که شوروی و شرکا می‌آوردن تمرکزشون بر انهدام تسلیحات اتمی آمریکا بود و هیچ منی برای دستیابی خودشون به بمب اتم توی اون وجود نداشت. دو طرف اونقدر طرحهای همدیگر رو رد کردن که سال 1949 شوروی و سال 1952 انگلستان به بمب اتم دست پیدا کردن. دوستان که دیدن با این پا اون پا کردنشون دارن راه اتمی کردن دیگر کشورهای دنیا رو هم فراهم میکنن، در سال 1953 طرحی رو به نام اتم برای صلح پیگیری کردن که در نهایت منجر به تأسیس آژانس انرژی اتمی شد، آژانسی که قرار بود وظیفه‌اش کنترل، شفافسازی و جلوگیری از انحراف کشورها به سمت تسلیحات اتمی باشه. البته از همون زمان بعضی از کشورها مثل سوئد و هند این طرح رو تبعیض‌آمیز می‌دونستان، چون طرح در قبال دارندگان بمب‌های اتمی ساکت بود و هیچ ایده‌ای برای از بین بردن بمب‌های اتمی دوستان نداشت و تنها به کشورهایی که ممکنه یه روز در این مسیر قرار بگیرن پرداخته شده بود. البته این اعتراضات در نهایت به جایی نرسید. سال 1968 همین NPT معروف توی مجمع عمومی تصویب شد و از سال 1970 توی تمام دنیا لازم الاجرا شد. MPT رسما برای جلوگیری از گسترش افقی شکل گرفته بود، نه جلوگیری از گسترش عمودی. یعنی از ابتدا قرار شد کشور دیگه‌ای به جمع دارندگان بمب اضافه نشه، وگرنه مشکلی با دارندگان بمب و تلاششون برای هر قدر پیشرفته‌تر کردن بمب‌هاشون نداشتن. MPT کشورها رو به دو دسته تقسیم می‌کنه. دسته اول کشورهایی که بمب اتم ندارن، اونا باید تحت شدیدترین بازرسی‌ها و نظارت‌ها باشن تا خدای نکرده هیچ وقت داشتن بمب اتم رو حتی توی خوابم نبینن. دسته دوم کشورهایی هستن که تا قبل از سال 1967 به بمب اتم رسیدن. این 5 تا کشور که توی سازمان ملل هم حق وتو دارن هیچ تعهد و نظارتی برای خودشون قائل نشدن و تا جایی که عشقشون کشید میتونن بمب‌هاشون رو بزرگ و کوچیک یا زیاد و زیادتر کنن.
تازه اینا به کنار، بعضی از این دوستان مثل فرانسه و چین که خودشون جزء تدوین کنندگان این پیمان بودن و عضویتشون هیچ تعهد و نظارتی براشون به وجود نمی آورد و تنها به شکل نمادین بود، حتی برای حفظ ظاهر هم عضو اون نشدن و اعلام کردن عشقشون میکشه آزمایشات بیشتری برای تسلیحات و بمب انجام بدن و فعلا عضویت در این پیمان اولویتشون نیست و تا سالهای آغازین دهه 90 به اون نپیوستن. از طرفی هند و به تبع اون پاکستان هم با این استدلال که معاهده استعماریه هیچ وقت به اون نپیوستن. اسرائیل هم که از روز اول نور چشمی دوستان بود، اصلا صلاح نبود به چنین معاهده تبعیض‌آمیزی بشه. اما مسئولین وقت دولت پهلوی که فکر میکردن اونجا مثل مسابقه دو میدانیه و هر کی از زودتر به اون بپیونده بهش مدال افتخار و جایزه میدن، جزو اولین کشورهایی بودن که به اون اضافه شدن. حالا کاش قصه همینجا تموم میشد. اما از سال 1972 کشورهای عضو امپیتی قراردادی به اسم پادمان با آژانس امضا میکردن تا به آژانس و بازرسان اون اجازه بدن اونها رو تحت بازرسی و نظارت خودشون قرار بدن. بازرسی ها و نظارت هایی که در مواقع اونقدر سفت و سخت بود که حاکمیت داخلی کشورها رو هم زیر سوال می برد. در عوض کشورهای دارنده سلاح هسته‌ای شامل هیچ بازرسی و کنترل جدی قرار نمی گرفتن. البته اونها توی نوشتن این پیمان سخاوتمندی بزرگی از خودشون نشون دادن. اونا برای اینکه به کشورهای دیگه نشون بدن معاهده اونا را محدود کرده، ماده 6 اون رو به موضوع خلع سلاح هسته‌ای اختصاص دادن. البته اونا زرنگتر از این حرفا بودن که دوم به این طلا بدن ها. با یه حقه دیپلماتیک و گذاشتن یه کلمه تو این ماده کاری کردن تا همه دنیا برای همیشه برن سر کار. اون یه کلمه هم مذاکره برای خلع سلاح هسته‌ای بود. طبق این ماده کشورهای دارنده بمب اتمی باید هر چه سریعتر مذاکرات برای خلع سلاح هسته‌ای رو با هم شروع کنند. الان حدود 50 سال از نوشته شدن این ماده میگذره و هر وقت باقی کشورها به اون 5 تا کشور به خاطر داشتن بمب اتم اعتراض میکنن، اونا میگن ما باید طبق ماده 6 مذاکره میکردیم و هنوز داریم میکنیم. حکایت باقی مواد امپیتی هم دست کمی از این ماده 6 نداره. مثلا طبق ماده 4 کشورهای صاحب فناوری هسته‌ای باید به سایر کشورهای فاقد سلاح کمک علمی و فناوری بکنند و تجهیزات و مواد لازم رو در اختیارشون قرار بدن. اولش که این ماده رو خوندیم بابا از اینکه کشورهای مهربون و گوری مگوری این همه دستشون بخیره کلی سر ذوق اومد و در حالی که اشک شوق در چشمش حلقه زده بود میخواست بره سراغ روح اجداد و گذشتگان اونها و براشون آرامش بخواد، یه دفعه یاد بلاهای افتاد که اونا فقط توی این قضیه سر ایران آوردن. نمونهش هم همین ندادن اورانیومای معدنی در فرانسه که 50% از سهامش برای ماست، اما اونها بعد از انقلاب حاضر نشدن سهم ما رو تحویل بدن. یا یه نمونه دیگه همین ندادن سود 20% لازم برای تولید رادیو داروی حدود 800 هزار بیمار ایرانی توی چند سال اخیر. بابا گفت خب یه لبو فروش و یه راننده تاکسی مثل من و امثال منم میفهمه که این 5 کشور و آژانسشون چه بد کلاهی گذاشتن سر مردم دنیا. بعد در حالی که به خاطر این همه ظلم و تبعیض خون چند درجه بیشتر تا نقطه جوش فاصله نداشت و با همین وضعیت میخواست برسه خدمت ارواح اونها که من دست به سرش کردم و به بهانه از اتاق فرستادمش بیرون. بخصوص این که تازه رسیده بودیم به پروتکل الحاقی، پروتکلی که معلوم نبود نقطه جوش بابا رو تا کجا میبرد بالا. بعد از تنها شدن خودم تنهایی رفتم سراغش. این پروتکل که اولش پیوستن به اون داوطلبانه بود، به مرور با نقش‌آفرینی کشورهای دارای بمب اتمی تبدیل شده به اهرم فشار روی باقی کشورها. بندها و مواد این پروتکل انقدر گسترده، فراگیر و قابل تفسیره که نه تنها بازرسان آژانس حق دارند شرح کاملی از همه اطلاعات مرتبط با چرخه سوخت هسته‌ای، همه مکانها و نقشه‌ها و وضعیت همه ساختمانها و افراد درگیر با انرژی هسته‌ای رو داشته باشند، بلکه میتونن اگه به جایی هم شک داشته باشن اونجا رو بدون اطلاع قبلی و به صورت سرزده مورد بازرسی قرار بدن. خوب شد بابا رو قبل از رسیدن به اینجای قصه از اتاق فرستادم بیرون، چون با این تفسیر گل و گشادی که از مکانهای قابل بازرسی توی اون اومده، حتی بازرسای آژانس میتونن خونه و حتی چه میدونم اتاق خواب ما هم شامل این پروتکل بدونن و بخوان از اونجا هم بازرسی کنن. قبلا گفتم که بابای ما همچین عشق قیصر و ناموس و این حرفاست. شما فکر میکنید اگه این قصه به گوشش خورده بود الان چه واکنشی از خودش نشون میداد؟